سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ویند، با قسمت دیگری از مجموعه برنامه فوتبال برتر در خدمت شما عزیزان خواهم بود. همانگونه که می دونید در این مجموعه برنامه ما بررسی خواهیم کرد رفتار و عملکردهای تیم‌های فوتبال رو. یک قسمت کوتاهی از برنامه که معرفی برنامه هم هست ببینید، برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم. در این برنامه به بررسی عملکرد فنی تیم فوتبال سپاهان اصفهان خواهیم پرداخت و با هم مرور خواهیم کرد رفتاری رو که این تیم در طول بازی‌های خودش برای بینندگان و تماشاگران خودش به نمایش گذاشت. تیم سپاهان با ترکیب کلی 4-2-3-1 بازی‌های خودش رو انجام میده که در واقع پایه‌ریزی این ترکیب هم برمیگرده به چیزی حدود 6 سال پیش که فرهاد کاظمی در واقع یک تغییرات اساسی رو در نحوه عملکرد این تیم ایجاد کرد. وی با کشف بازیکنانی نظیر محمود کریمی سیبکی و یا محرم نویدکیا تونست که خدمت بزرگی رو به فوتبال اصفهان و ایران بکنه و یا با احیا کردن بازیکنی نظیر ادموند بزیک که در زمان حضور محمود کریمی و در واقع محرم نوید که یک مثلث آتشین رو تشکیل داده بودن در سپاهان، یک عملکرد جدید و یک برگ جدیدی از بازی تیم فوتبال سپاهان به نمایش گذاشته شد. این ترکیب همانگونه که امروزه هم ما در تیم شاهد هستیم توسط لوکا باناچیچ تغییرات اساسی رو در خودش نمی‌بینه و ممکن هست که ابزارالات رو فقط آقای باناچیچ هر از گاهی تغییر بده. ترکیب سپاهان به این ترتیب هست که بنگر و عقیلی به عنوان دو مدافع میانی در تیم سپاهان فعالیت می‌کنند و هایت صفی و جاوا مجیری هم دو دفاع کناری این تیم هستند که در واقع 4 دفاع تیم سپاهان رو تشکیل میدن و این 4 دفاع در اکثر بازی ها به صورت 4 دفاع خطی عمل میکنن، ولی یک در واقع قوسی رو اونها در حالت کلی در بین خودشون تشکیل میدن. در جلوی این 4 بازیکن ابوالهیل و کاظمی بازیکن این فصل سپاهان که از استقلال به این تیم اومده بازی میکنن که در واقع وظایف دفاعی کاظمی خیلی بیشتر از ابوالهیل هست و ابوالهیل به عنوان هافبک آزاد در این تیم کار میکنه، ولی یکی از وظایفی که در واقع بر عهده داره کمک کردن به کاظمی هست. در جلوی این دو هافبک محرم نویدکیا به عنوان هافبک میانی در سمت راست خودش سعید بیات رو میبینه و در سمت چپ خودش هم اکبری که البته این دو هافبک چپ و راست به تناوب و بنا به شرایط بازی ممکن هست که تغییر بکنن و ما حتی بازیکن جوانی مثل پاپی رو هم در این پست شاهد بودیم. در نوک پیکان تیم سپاهان و به عنوان در واقع بازیکن تارگت محمود کریمی بازی میکنه که در واقع یکی از بهترین گلزنان
چند فصل اخیر لیگ نشون داده و در واقع شاید با بدشانسی بوده که نتونسته که به تیم ملی برسه. همه حتما بازی سپاهان پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی رو به یاد داریم که محمود کریمی تونست که با درخشش خودش تیم پرسپولیس رو در تهران با شکست سنگین 4-1 مواجه بکنه، و یا در بازی های دیگه که کریمی از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود. یکی از دلایل درخش محمود کریمی حضور چند ساله در کنار بازیکن با تجربه ولی جوانی مثل محرم نوید کیا بوده که با اون پاس‌های تو در خودش تونسته کریمی رو خیلی خوب تغذیه بکنه، و شاید یکی از خوش‌شانسی‌هایی که محمود کریمی در این فصل آورد مصدومیت سید صالحی بود که فرصت کافی رو به وی برای ابراز شایستگی‌های خودش داده. تیم سپاهان زمانی که در واقع در حالتی قرار میگیره که تیمی از سمت چپ بهش حمله میکنه، با یک همچین آرایشی در واقع با تیم حریف مقابله میکنه، یعنی زمانی که تیمی از این نواحی به تیم سپاهان حمله میکنه، یک چنین آرایشی رو این تیم به خودش میگیره. به این ترتیب که اکبری در این سمت قرار میگیره، کاظمی برای پوشش این محدوده پشت 18 قدم انجام وظیفه میکنه، و در پشت سر اونها جاوا مجیری هست که این مثلث در واقع یک مثلث خوب دفاعی رو تشکیل میده و از حمایت بازیکنی مثل بنگر و عقیلی هم میتونه که در واقع بهره ببره، و بازیکنی مثل محرم نویدکیا وظیفه داره که در جلوی بازیکنان دفاع کننده قرار بگیره که به محض گرفتن توپ و با ارسال پاس بلند برای محمود کریمی این بازیکن رو در موقعیت ضد حمله قرار بده و بتونه که در واقع خطرساز باشه. در موقعی که تیم سپاهان از سمت چپ خودش هجوم حریف رو نظاره‌گر هست، ما میبینیم که بازیکنهای دیگه مثل حاج صفی و بیات هم نقش فنی دارن، و در واقع اون جمله معروفه بکنبار که یک بازیکن 88 دقیقه باید حرکت بدون توپ داشته باشه تا در بهترین حالت 2 دقیقه صاحب توپ باشه در یک بازی فوتبال رو، ما می‌بینیم که بازیکنان سپاهان به خوبی درک کردن و عمل کرده بدون توپ اونها هم قابل قبول بوده، و در واقع با یک دفاع فشرده من تو من و یارگیر خیلی سخت هست گل زدن به این حریف، و ما نباید از یاد ببریم این نقطه سپاهان رو که در این چند ساله همیشه سنگربانان بسیار خوبی رو در خودش شاهد بوده. بازیکنانی مثل آرمناک پتروسیان و اخیراً هم مثل محمدی تونستن که یک در واقع نقطه اتکای برای سپاهان باشه. زمانی که تیمی از سمت راست یعنی از این نواحی به تیم سپاهان حمله میکنه، یک آرایشی شبیه آرایشه دفاع چپ رو تیم سپاهان در سمت راست به خودش میگیره. به این ترتیب که سعید بیات در رأس مثلثی که دو گوشه دیگرش تشکیل شده از ابوالهیر و حاج صفی هست قرار میگیره، و در واقع اولین عامل بازدارنده تیم سپاهان خواهد بود. در پشت این مثلث بازیکن قدرتمندی مثل عقیلی که یکی از دفاع وسط های خوب حال حاضر فوتبال ایران هست قرار داره، و بنگر این 4 بازیکن رو به خوبی پوشش میده. حسین کاظمی